ساخت ترمینال مسافربری جدید در ولایت هرات. در این برنامه به جزئیات این پروژه خواهیم پرداخت. هرات سومین شهر پر جمعیت افغانستان محسوب می شود. هرات قطب صنعتی و مهمترین کانون فرهنگی هنری افغانستان به شمار می آید. مردم این شهر تاجیک هستند و به زبان فارسی سخن می گویند. هرات با داشتن دو مرز مشترک با کشورهای ایران و ترکمنستان، دارا بودن بزرگترین شهرک صنعتی افغانستان و بزرگترین مرکز تجارتی افغانستان شناخته می شود. با توجه به این اهمیت وجود ترمینال مسافربری مدرن یکی از نیازهای اساسی این شهر است. این پروژه با هزینه بیش از 20 میلیون دلار در مساحت 1000 جریب زمین با در نظر داشت معیارهای بین المللی و سهولت‌های همچون هتل، ورکشاپ، پمپ استیشن ها، ساحات تفریحی، 100 دکان، 108 نمایندگی تجارتی و 11 اتحادیه در جنوب هرات ساخته می شود. در سالهای گذشته حمل و نقل عمومی در هرات با چالش های زیادی مواجه بود. ترمینال های قدیمی نه تنها ظرفیت لازم را نداشت بلکه از امکانات مدرن بی بهره بود. این مشکلات باعث شده بود که مسافران با چالش های زیادی همراه باشند. اگر بخواهیم به قندهار، غزنی و کابل سفر کنیم، باید ساعت‌ها در صف شرکت‌های ترانسپورتی منتظر باشیم. و در نهایت با اتوبوس قدیمی و چالش‌های همراه خود که دارد، سفر کنیم. این تجربه برای بسیاری از مسافران ناخوشایند است. این بود که نیاز به ساخت ترمینال مسافربری جدید احساس شد. دولت محلی هرات در همکاری با وزارت حمل و نقل و شرکت‌های ساختمانی تصمیم گرفت که پروژه ساخت این ترمینال جدید را آغاز کند. و این پروژه به عنوان یکی از زیرساخت‌های حمل و نقل به عنوان یک پروژه اقتصادی و اجتماعی بسیار مهم پنداشته شده است که می‌تواند تأثیرات بسیار مثبتی را بر شهر بگذارد. ترمینال جدید هرات قرار است یکی از بزرگترین و مدرن‌ترین ترمینال‌های مسافربری در افغانستان باشد. طراحی آن به گونه‌ای که از معماری سنتی و مدرن و شکل هماهنگ استفاده شده است و باعث کارآمدی و اثربخشی و زیبایی این ترمینال شده است. این ترمینال دارای ظرفیت‌های پذیرش هزاران مسافر در روز را دارا است و اتوبوس‌های بین شهری و بین المللی از اینجا به شهرها و کشورهای مختلف حرکت می‌کنند. یکی از ویژگی‌های مهم ترمینال سیستم بلیط‌های برقی می‌باشد. مسافران به راحتی می‌توانند از طریق برنامه‌های موبایل و یا وبسایت ترمینال بلیط را خریداری کنند. این ابتکار نه تنها سرعت فرایند فروش بلیط را افزایش می دهد بلکه به جلوگیری از ازدحام در ترمینال کمک می کند. اینجا فضای تجاری بزرگ وجود دارد که فروشگاه ها، رستوران ها و کافی شاپ های مختلف را به خود جا داده است. مسافران می توانند قبل از سفر از این فروشگاه خرید و در رستوران ها صرف طعام نیز کنند. این امکانات باعث شده است تا تجربه سفر برای مسافران بسیار لذت بخش تمام شود. از طرف دیگر توقفگاه وسیع نیز برای مسافران در نظر گرفته شده است. این توقفگاه نه تنها برای مسافران اتوبوس ها بلکه برای افرادی که می خواهند با موترهای شخصی خود به ترمینال بیایند هم قابل استفاده می باشد. ساخت این ترمینال به بهبود حمل و نقل عمومی کمک می کند و به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید همچنان منجر می شود. صدها نفر از کارگران و مهندسان در طول ساخت ساز این پروژه مشغول به کار می شوند و زمانی که ترمینال به مرحله بهره برداری می رسند، تعداد زیادی از افراد در بخش‌های مختلف این ترمینال مشغول به کار خواهند شد. از لحاظ امنیتی تدابیر خاصی در نظر گرفته شده است که شامل دوربین‌های مداربسته و نیروهای امنیتی مجرب. این اقدامات را باعث می‌شوند
تا مسافران با خیال راحت بتوانند از این ترمینال استفاده کنند و نگرانی های امنیتی نداشته باشند. بخش دیگر این ترمینال سالن های انتظار می باشد که دارای مزیت های مثل دسترسی به اینترنت و صفحه های نمایشی که زمان حرکت اتوبوس را نشان می دهد. یکی از نکات مهم در مورد این ترمینال توجه به مسائل زیست محیطی است. در ساخت این ترمینال از نهاد دوستدار محیط استفاده می شود و همچنین سیستم های بازیافت نیز به کار گرفته می شود و این اقدامات باعث تضمین پایدار این ترمینال می باشد. پروژه ساخت ترمینال هرات تازه آغاز شده است و در آینده های نزدیک به بهره برداری خواهد رسید. بسیاری از مسافران و رانندگان از امکانات این ترمینال خوشحال هستند. باشندگان محلی هرات این پروژه را یکی از مهمترین پروژه های زیرساختی سالهای اخیر عنوان می کنند. آنها معتقدند ترمینال می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی شهر کمک کند و زمینه توسعه بیشتری را در هرات ایجاد کند. باید گفت که ساخت ترمینال مسافربری جدید در هرات یکی از پروژه های موفق و برجسته خواهد بود که می تواند به عنوان الگویی برای سایر شهرهای افغانستان شود. این ترمینال با بهبود وضعیت حمل و نقل، ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود شرایط زیست محیطی کمک می‌کند. امیدوار هستم که همچون پروژه‌های اساسی و بنیادی بر اساس معیارهای بین‌المللی رونق پیدا کند. برای آگاه شدن کانال ما را دنبال کنید و صفحات مجازی نیز ما را دنبال کنید.